بعضی ها اسم عقل و عقلانیت رو میارن، منظورشون از عقلانیت ترسیدنه. وقتی میگن عاقل باشید یعنی بترسید، یعنی منفعل باشید، یعنی از مقابل دشمن فرار کنید. نه، ترسوها حق ندارن اسم عقلانیت رو بیارن. ترسیدن و فرار کردن و میدان رو خالی کردن اسمش عقلانیت نیست، اسمش همون ترس و فرار و اینهاست. عقلانیت یعنی محاسبه درست. و البته دشمن سعی میکنه عقلانیت به اون معنای غلط را تلقین کنه، بعضی هم نادانسته گاهی حرفای دشمن رو تکرار میکنن. مسائل اقتصادی زیر فشاره. الان ما مشکلاتی در زمینهای اقتصادی داریم، معیشت مردم دچار مشکلاتی است که اینا همش قابل حل است. من عقیده ندارم که مسئولین زیرفت در مسائل اقتصادی تلاش نمی کنن. نه، تلاش های زیادی داره انجام می گیره، به خصوص در بعضی از بخش ها تلاش های خوبی هست. البته در اشکال در توان مدیریتی در بعضی از بخش ها هست، این رو قبول می کنیم که در برخی از بخش های اقتصادی ما توان مدیریتی ضعیفه. مسببات خوبی هم داریم، این مسببات پیگیری باید بشود. مدیریت ها بایستی قوی باشن، فعال باشن، خسته نشو باشن. و هر جا ما مدیریت هایی با این خصوصیات، یعنی خستگی ناپذیری و فعالیت و نشاط مواجه بودیم، کار رو دیدیم که پیشرفت کرده. و هر جا که اینجور حضور لازم و دائم وجود نداشته باشه، البته مشکلات پیش میاد. نقش خباثت آمریکا رو نباید نادیده گرفت. این تحریم های خباثت آمیز اینا جنایته، یعنی به معنای واقعی کلمه. حالا ما مقاومت میکنیم، ما میستیم و انشاءالله این فشار حد اکثری او به روسیاهی حد اکثری آمریکا منتهی خواهد شد. این کار رو ما خواهیم کرد به توفیق الهی که او رو پشیمان میکنیم از این کار. علاج همه مشکلات در داخل کشوره. مشکلات ما بسیاریش مربوط به خارج کشوره، اما علاجش در داخل. هیچکس علاج مشکلات رو در خارج از کشور جستجو نکنه. ما از خارج از کشور هیچ گونه خیر و بهره‌ای نخواهیم دید. علاج در داخله. علاج در تدبیر داخلی است. علاج در تلاش داخلی است. علاج در نگاه صحیح و محاسبه درست داخلی به مسائل کشور و مسائل منطقه است. و به کارگیری نیروی خرد با عزم و اراده راسخ باید و میتوان بر مشکلات انشاءالله فارغ شد. و این هارت و هورتی هم که این اراذل مسلط بر ملت آمریکا میکنن، اینها هم نباید کسی رو، ذهن کسی رو مشغول کنه.